ساعت 4 بعد از ظهره و بیاید با هم آماده شیم بریم چالش ثبت کنیم. خب تو شورت ویدیو قبلی که در مورد بخشش حرف زدن خیلیتون گفتید که دوست بیشتر راجعش بدونید. اول بگم که اگه میخواید خیلی جامع و کامل بدونید حتما پیج حسین و آنوشا رو نگاه کنید. تو چنل هر کدومشون بخشش رو سرچ کنید کلی اپیزود براتون میاره و تو چنل حسین هم میتونید مدیتیشن نگاه کنید. تو یوتیوب انگلیسی هم اگر که فورگیونس رو سرچ کنید کلی براتون چنل میاره. یه نفر فکر کنم تو ویدیو قبلی برام کامنت گذاشته بود که اوکی تو که راست میگی خودت چرا این همه اپیزود دوست سمی تو پیجت داری. باید بگم قراره که ما روز به روز آدم بهتری بشیم. منم قطعا یه روزی از دست کلی آدم شاکی بودم که شروع کردم به جای بخشش خوندن. دیگه همه چی با همه اوکی بود که اصلا بخشش این وسط چی میگه. دقیقا اون جایی حرف بخشش وسط میاد که تو از عالم و آدم گلایه داری و کینه و بخشش تو هیچ کاری برای اونا نمیکنه، قراره به تو کمک کنه. اون آدمی که به تو ضربه زده الان داره زندگیشو میکنه و اصلا براش مهم نیست که تو نبخشیدش، فقط تو وجودت پر از کینه و نفرت. بخشیدن به معنی احمق بودن یا دوباره برگشتن پیش اون آدم سمی هم نیست. حالا چون داریم میگیم سمی، چون آدم نشون داده که به تو آسیب میزنه، هر چیز باش آشتی کنی. مثلا شوهرت بهت خیانت میکنه، میزنتت، اسکل که نیستی تو اون زندگی بمونی. نه، ببخش و طلاق بگیر. بخشیدن باعث میشه تو به خودت کمک کنی، چپتر اون آدمو تو زندگیت ببندی و به زندگی عادیت برگردی. اگه تا آخر عمرت از اون آدم متنفر باشی، حالا یه ارتقای شغلی میگیره، تو حس بخوری که با این حقش نبود، شبا خواب ببینی داری خفش میکنی، اسمش بشه یه بشنوی از نزدیک ببینیش تن بدنت بلرزه، در واقع تو طلاق نگرفتی، تو هنوز تو همون زندگی و گس وات اون داره پیشرفت میکنه، به هیچ جاش هم نیست که تو نبخشیدیش. کی داره عذاب میکشه این وسط؟ برای آرامش خودت ببخشش و از زندگیت پرتش کن بیرون دختر. بیا این زیر کامنت بذار که کیو نمیتونی ببخشی و چرا توی یه اپیزود شورت راهنماییت میکنم.